بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله الرجا نام بزرگت همه جا به نام خالق زیبایی ها عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه قرآن و معارف سیما به ویژه شما همراهان دوست داشتنی برنامه هشتگ دین امروز هم با افتخار مهمان شما روزداران عزیز هستیم و امیدوارم که برنامه امروز ما مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره در همین سرچراقی برنامه حدیثی از پیامبر خوبی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و وسلم تقدیم به شما می کنم پیامبر فرمودند ماه رمضان ماه مغفرت است که شروع آن رحمت است و میانش مغفرت و پایانش آزادی از آتش جهنم برنامه هشتگ هشتگدین با افتخار تقدیم به شما عزیزان بریم سراغ سوالاتی که شما عزیزان برای ما ارسال کردید میدونم منتظر نشستید تا پاسخ سوالاتتون رو دریافت کنید در ابتدا نوشتن که سلام علیکم و سلام سوال سوال فقی احکامی است نوشتن که اگر کسی تصمیم قطعی برای باطل کردن روزه بگیرد ولی پیش از انجام مبتل پشیمان شود آیا روزش باطل است یا نه؟ پاسخ این سال رو با هم ببینیم و بشنویم. یکی از شرایط صحیح بودن روزه نیت است. معروف هم هست دیگه. میگن که باید نیت کنی روزه فردا البته به زبان آوردن هم لازم نیست. البته هر روز هم جداگانه باز نیت لازم نیست. همین که ما تصمیم داریم، قصد داریم که یک ماه مبارک رمضان رو روزه بگیریم برای رضای خدا قربت الله همین کافیه این نیت این نیت باید در میانه روز استمرار داشته باشد یعنی تا افتار همچنان قصدش و تصمیمش بر این باشد که روزدار باشد اگر در میانه روز این نیت رو شکند گرچه عملم انجام ندادم یعنی نخورد نیاشامید کاری که روزه رو باطل بکنه انجام نداد ولی نیت رو شکند طبیعتا اون شرط صحیح بودن روزه از بین رفته پس روزه باطل خواهد بود فرض کنید ساعت 9 صبح ده صبح هر وقت بعد از ظهر صبح تصمیم جدی گرفت بر اینکه روزه نباشد یعنی پشیمان از روزه گرفتن پشیمان است دیگه نیت روزه نداره ولو برای چند لحظه گرچه دوباره به نیت روزه برگردد پشیمان است که چرا روزه است نیتش رو برگردون که نه من نمیخوام روزه باشم دوباره پشیمان شد که چرا من این نیت کردم دوباره نیت روزه داری کرد این میان دیگه به هم خورد و نیت روزه شکست و اصطلاحا تو احکام بهش میگن قصد قطع یعنی قصد کرد و تصمیم گرفت آبستان و گرما میره سر یخچال در یخچال رو باز میکنه فرض کنید مثلا ظرف آب خنک رو بر میداره قصد دارد که بخورد یا یه میوهی مثلا یه میوهی خنکی رو قصد داره بخوره ولی نمیخوره باز میگذارسه اینجا فرمودن روزه اون روز را بگیرد و سپس روزه آن روز را قضا کند چرا اینم در واقع وقتی قصد میکنه آب بخوره میوه بخوره یه چیزی بخوره معناش این است که من دیگه بنا ندارم روزه باشم اینم اصطلاحاً بهش میگن قصد قاطع نه قصد قطع قصد قاطع یعنی تصمیم میگیرد خوردن را آشامیدن رو خوردن و آشامیدن چیه قاطع روزه است یعنی میبره روزه رو مبتل قصد مبتل ساده تر بگیم قصد مبتل قصد میکند یه کاری که روزه رو باطل میکنه انجام بده اگر قصد بکند چنین چیزی را این آقا یا این خانم هم روزه اون روزشون نباید الان بخوره ها بگه خب گفتن دیگه روزه امروزت باطل شد بریم بشینیم حسابی غذا بکنیم نه با اینکه که روزش باطل شده حتما باید تا افتار هیچ کار مبتلی انجام ندهد و روزه آن روز را بعدا غذا کنه و نیازی به کفاره نداره بله تشکر می‌کنم از کارشناس محترم برنامه که پاسخ دادن اما یک سوال فقهی احکامی دیگری که شما برای ما ارسال کردید این گونه سوال کردند روزی را که نمیدانیم آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان با چه نیتی روزه بگیریم آیا روزه این روز واجب است یا نه؟ پاسخ این سال رو با هم ببینیم و بشنویم ما در طول سال بعضی از روزه ها رو داریم به عنوان یوم و شک منطقه یوم شک ها معمولا چون خیلی برای ما اثر ندارند کاری نداریم مثلا فرض بفرمایید نمیدونیم یه وقتی آخر ماه رجب یا اول ماه شعبانه فرض کنید نمیدونیم آخر ماه محرم یا اول ماه سفره خب میگیم هر چی چه اثری برای ما داره اما دو تا یوم مشکی که برای ما اثر داره یکیش این است که ماه شعبان میخواد تمام شود آغاز رمضان روزه بگیریم روزه واجبه اول ماه مبارک رمضان روزه واجبه خب نمیدونیم که آیا مثلا امروز آخرین روز شعبان است یا اولین روز رمضان است اینو میشه میگن یوم شک یه یوم شک دیگه هم داریم و اون این است که یه روزی میرسه که نمیدانیم سیوم ماه رمضان است یا ممکنه نه ما رمزون 29 روزه باشه سیوم نیست فردا ایده فطر است مثلا این هم یوم شکه هر کدوم حکم خاص خودشو داره چون در مورد اولی عزیز ما سوال کردن من اولی رو جواب میدم فعلا و اون یوم شک از شعبان و اول رمضان است خب طبیعتا ما یقین که نداریم شک دیگه یوم شک احتمال میدیم شاید روز اول ما رمضان باشه یقین که نداریم شاید هم سیوم شعبان باشه پس اولا روزه اون روز واجب نیست دو آیا می توانیم روزه بگیریم با اینکه واجب نیست بله به چه نیتی هر کس روزه قضا داره می تواند روزه قضا بگیره چه اشکالی داره سه هر کس روزه قضا نداره می تواند روزه مستحبی بگیره به عنوان رو... معروف دیگه از قدیم هم گفتن به عنوان روزه پیشواز یعنی همونطور که ما یه مهمانی میخواد بیاد میریم پیشوازش خب برای ماه مبارک رمضان هم یه روز معمولا خیلیا زودتر روزه میگیرن اینم روزه مستحبی برای کسی که روزه غذا ندارد و چهار این که اصلا روزه رو نگیره بله میتونه اصلا روزه رو نگیره چون واجبم نیست اما اگر روزه رو گرفت گفت ما به نیت روزه ماه مبارک رمضان میگیریم باطله چون ثابت نشده که فمن شهد الشهر فلیصمه آیه قرآن میگه اگر برای ما ثابت شد باید روزه رو بگیریم سوم لر رویه یعنی وقتی رویت شد باید روزه رو بگیرید وقتی ثابت نشده روزه به عنوان روزه ماه مبارک رمضان بگیره باطله و نکته پایانی این که اگر روزه غذا رو گرفت یا روزه مستبی رو گرفت و در میانه روز ثابت شد که امروز روز اول ماه مبارک رمضان چی کار باید بکنیم؟ ما روزه ماه رمضان رو نگرفتیم خود به خود نیت به صورت قهری دح... و طبیعی تبدیل میشه به ماه رمضان یعنی روزه شما روزه ماه رمضان حساب میشه کسی هم که اصلا روزه نگرفته گفته واجب که نیست اب نداره روزه نگرفته بسیار خوب بعدا یه روز رو قضا میکنه کفاره نداره هیچ اشکال نیم پس اینا میشه گزینه های مختلفی که ما برای یوم و شک شعبان و رمضان داریم البته یوم و شک دیگه هم داریم که اون مسئلهش جداست و نیاز به توضیح داره که ممکنه حالا عزیزان ما باز براشون این سوال هم پیش بیاد که اگر سوال مطرح شد انشالله در آینده پاسخش رو خواهیم گفت بله تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه آج آقای وحیدپور که پاسخ دادم به سوالات فقهی احکامی که شما عزیزان برای ما ارسال کرده بودید به برنامه برنامه هشتگ دین پاسخ میده به سوالات شما عزیزان در حوزه دین پس هر سوالی در این حوزه دارید برای ما ارسال کنید اون سوال میتونه سوال قرآنی باشه احکامی باشه اخلاقی باشه اعتقادی باشه و تاریخی برای ما ارسال بفرمایید حتما حتما در اسرع وقت پاسخش دریافت خواهید کرد اما سوالات عقایدی که شما عزیزان برای ما ارسال کردید و اما سوال بعد یک سوال صوتی سوال رو با هم بشنویم و بعد از اون پاسخش سلام و عرض ادب وقتتون بخیر آیه از قرآن داریم که خدا دستور داده باشه باید کل ماه رمضان رو کامل روزه گرفت در پاسخ به این سوال دو نکته رو باید خدمت شما مطرح کنم نکته اول اصل حکم روزه است که در آیه 183 سوره بقره آمده که یا ایها الذین آمنو کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبل این اصل حکم وجوب روزه است کتابت در این آیه به معنای نوشتن نیست بلکه به معنای یک واجب عملی است کتابت گاهی در قرآن به معنی قضای حتمی خداست کتب الله نه انا و رسولی اینجا یعنی خداوند قضای حتمیش بر این تحقق پیدا کرده یک جان به معنی جعل قانون وجوب یا عملی رو واجب کردن که واجب الاتباه هست و نمیشه از آن سرپیچی کرد اینجا کتابت به همین معنی است. اما اینکه پرسشگر فرمود در کجا آمده که تمام ماه رمضان رو باید روزه گرفت یعنی کمال و تمام از کجا استخراج شده در ادامه همین آیات آیه 184 آمده ایام معدودات در تعداد روز معین و مشخص باید روز گرفت این به خاطر اینه که احساس سختی نشه که حتما یک عدد و مقدار زیادی در نظر گرفته شده ناچیزه مثل دراهم معدوده در سوره یوسف نسبت به سال از 365 روز تقریبا کمتر از 30 روز پس مقدار آن ناچیزه ولی مقدار آن رکنه و باید تمام آن رو روزه داشت چرا؟ در آیه 185 5 شهر رمضان اللذی انزل فیه القرآن ماه رمضان رو برای روزه تصریح کرده و سپس اشاره کرده فمن شهد من الشهر شهر فل یسوم. هر کس این شهر رو درک کرد یعنی این ماه رو حاضر بود زنده بود هوشیار بود و درک کرد و فهمید که ماه رمضان است فل یسمهو باید همان ماه رو به طور کامل روزه بگیرد شاید پرسشگر بگه علاوه بر این زمیر دیگه به چه قرینه این میشه استناد کرد ادامه آیه آمده ولی تکمل العده اگر کسی به مسافرت رفت و اگر کسی مریض شد و نتوانست در این ماه روزه بگیره باید عدد رو کامل بکنه تمام کردن این عدد و کامل روزه گرفتن هم در همین تعبیر از آیه 185 سوره بقره اشاره شده بله تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه که پاسخ دادن به سوالات عقایدی که شما از برای ما ارسال کرده بودید به برنامه هشتکتین شما عزیزان برای اینکه سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید باید زحمت بکشید از طریق شماره‌ای که همکارانم هم برای شما زینویس میکنند این شماره در تلفن همروتون ذخیره بفرمایید و بعد از اینکه ذخیره کردید از طریق فضای مجازی برنامه هشتگ دین برای ما ارسال بفرمایید اما سوالات قرآنی که شما گرامیان برای ما ارسال کردید این گونه سوال کردن چرا در سوره بقره فرموده اند زالکل کتاب و گفته نشده هازل کتاب پاسخ این سوال رو با هم ببینیم و بشنویم اینکه در ابتدای سوره مبارکه بقره فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک کل لا ریب فیه به جایی که این ای که مطرح کردن بفهمید و هذا کتاب یا هذا لا ریب فیه فرمود ذالک کتاب لا ریب فیه ذالک برای اشاره به دوره هذا برای اشاره به نزدیکه خب وقتی که قرآن رو داره معرفی میکنه بعد بگه این قرآن نباید بفهمید آن قرآن قرآن که دور نیست قرآن نزدیکه لالکل کتاب این کتابی که در اختیار شما هست لا ریبه بفی پاسخی که مفسران دادن این است که یکی از اعجاز و معجزه های قرآن اعجاز بیانی است یعنی حقیقت مطلب را با فسیح ترین و بلیغ ترین بیان اون رو بیان میکنه با فسیح ترین الفاظ اون رو بیان میکنه به خاطر اینکه عظمت و قرآن رو نشون بده به خاطری که بگوید این قرآن خیلی عظیمه خیلی وسیعه فرمود زال کل کتاب و لاره بفی این ها از ابزار بلاغته ما خودمون گاهی به خاطر اینکه به طرف مقابل احترام قائل بشیم به جایی که بگیم تو گفتی، میگیم شما فرمودی خب شما برای جمعه، تو برای فرده، اما شما به کار میبریم این هم از اون بسره، ابزار بلاغته برای بیان اینکه قرآن به حدی عظیم است به حدی عظمت داره که با کلمه زالک به اون اشاره میکنه نه با کلمه حازل کتاب بله تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه حاج آقای ملکی که پاسخ دادن به سوالات قرآنی که شما عزیزان برای ما ارسال کرده بودید به برنامه هشتک دین شما بینندگان عزیز و محترم اگر انتقاد و پیشنهادی نسبت به برنامه دارید از دو طریق میتونید برای ما ارسال بفرمایید یکی از طریق روابطومی سازمان صدا و سیما با شماره گیری 162 و یکی هم از طریق فضای مجازی برنامه هشتگ دین منتظر پیشنهادهای سازنده شما هستیم اما سوالات اخلاقی که شما برای ما ارسال کردید نوشتن که چه کنیم در عبادات حال با صفایی داشته باشیم و کسل نباشیم پاسخ این سوال رو با هم ببینیم و بشنویم از صفات اهل دنیا در حدیث معروف معراج آمده است که کسلان اون اندت تاعه در هنگام اطاعت الهی کسل هستند بی هستند عزیزان بعضی از موارد به جسم ما بستگی داره است باز نماز نخونید جایی که خیلی شلوغه نماز نخونید اینجا حضور قلب آدم رو حال خوش معنوی آدم رو از بین میبره جسمانیه بعضی از مسائلش نه به روح انسان مرتبط هست این که خدایی نکرده من یه کاری کردم مثلا از چیزایی که سراحت روایات ما داره مسئله آق والدینه کسی که خدایی نکرده زبانم لال مورد نفرینه پدر و مادرش قرار گرفته حلاوت عبادت و شیرینی عبادت اون ذوق و شوقی که داره برای عبادت ازش گرفته میشه بله این بی توفیقی ها میاد و کلام آخر این که عدم علم به حساسیت و کیفیت عبادت این که بدونم با چکی دارم حرف میزنم تو نماز اینکه ندونم دارم چی کار میکنم یا بدونم توی عدم کیفیت یا کیفیت نماز من خیلی متفاوته اینکه من تلفن رو برمیدارم کسی رو نمیشناسم خیلی عادی سلام علیک میکنم بعد میبینم یه دوست صمیمیه بعد از چند وقت یه هو لحن صدام عوض میشه خیلی گرمتر و شیرینتر صحبت میکنم این تعویز مال اینه که طرف پشت خط رو تازه شناختم خیلی جاها این کسالتی که در عبادت برای ما میاد به خاطر نگاه کلفت و تکلیفیه که به عبادت داریم نه نگاه عشق نه نگاهی که پیغمبر راجع به نماز میفرماید قرت عینی فسلات نور چشم من در نمازه اگر اینجوری دیدیم اگر دانستیم در مقابل کی ایستادیم حتما شوق و بهتری برای ما ایجاد میشه بله تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه که پاسخ دادن اما یک سوال اخلاقی دیگری که شما برای ما ارسال کردید این گونه سوال کردن من نوجوان 15 ساله هستم چطور میتونم اون چیزی که خدای متعال از من میخواد رو بفهمم و دنبالش برم پاسخ این سوال رو با هم ببینیم و بشنویم عزیزان در هر سنی آدم تکلیف داره که به دنبال اون چیز سعادت خودش باشه و سعادت هم خدا لیاقتش از همه بیشتر به انسان معرفی بکنه چون کسی آگاه از اون نیستش کسی تواناتر از اون نیستش اما چه روشی رو انتخاب بکنم روش ها اگر روش الهی باشه خدا برای این سوال شما یک جواب فرستاده پیغام بر یا پیام بر از جانب خداوند داره پیام و میرسونه اصلا فلسفه آمدن پیغمبر در دین همینه فلسفه آمدن قرآن همینه امام رو خدا برای همین قرار داده که تو این روش آدم قدم برداره مطلب اول مطلب احکام هست آنچه که در رساله نگاه میکنید احکام دینی نماز هست روزه هست احکام دینی حلال و حرام هستش مال حلال چیه مال حرام چیه خوردنی ها و نوشیدنی‌های های حلال و حرام نماز و روزت به چه صورت باشه اینا همون احکامی است که خدا لازم دانسته است که انسان برای اینکه به سعادت برسه تو این درجه احکام به اینها عمل بکنه بعد مسائل اخلاقی هست که اینها هم باز تو روایات ما اومده بزرگان دینی ما معمولا بهش توصیه میکنن و مسائل اعتقادی که آدم باید یاد بگیره اینها هم همه مراجعه داره امروز با توجه به سایت های مختلف و مراجعه که بسیار راحت آدم میتونه به منابع داشته باشه و توضیحات داشته باشه بسیار راحت میتونید این مطالب رو به دست بیارید اعتقادات سالم احکام درست و اخلاقیات و سعیم بکنید آنچه که احساس میکنید شهوت آنچه که احساس میکنید پیشنهادات نفس باهاش مخالفت بکنید معمولا رشد و پیشرفت ما در مخالفت با هوای نفس است. بله تشکر میکنم از حاج آقای سعیدی و البته از جمی کارشناسان محترم برنامه که پاسخ دادن به سوالاتی که شما عزیزان برای ما ارسال کرده بودید به برنامه گفت گاهی نظری به زخم بالام بکنید تاریک شدم کمی زلالم بکنید هرجند که من خوب نبودم یاران هنگامه کوچ است حلالم بکنید از خالق هستی بهترین ها رو برای شما آرزومندم و در این روزهای ناب و خاص خداوندی همه رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید تا دیداری دوباره دست نگهدارتون باشه یا علی التماس دعا